هرات شهری که به دلیل داشتن مکانهای تاریخی و جاذبه های گردشگری شهرت جهانی یافته است. هرچند همه ساله شماری از گردشگران خارجی و داخلی از این شهر بازدید می کنند، اما تا کنون برنامه ریزی درستی برای جذب گردشگری بیشتر به این شهر انجام نگرفته. اکنون اداره اطلاعات و فرهنگ هرات از برپایی نخستین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی در این شهر خبر می دهد. قرار هست که به تاریخ 6 میزان یعنی روز سه‌شنبه اولین نمایشگاه بین المللی آثار صنایع دستی هرات را که به نام نمایشگاه به اصطلاح گردشگری میتونیم یاد بکنیم برگزار میکنه که قرار هست این نمایشگاه برای 4 روز ادامه پیدا بکنه. خود نمایشگاهی که و روز جهانی توریسم امسال در نظر دارین با هماهنگی و مشوره سکتور خصوصی صنعت داخلی هرات که نیاز توریست ها بود او رو معرفی میکنیم و به سطح جهانی جاذبه های گردشگری هرات و در کل تولیدات داخلی هرات و سوقات هرات به معرفی گرفته میشه. باورها بر این است که حضور گردشگران خارجی در یک منطقه میتواند منفعت اقتصادی فراوانی داشته باشد. همکنون بسیاری از کشورهای جهان اقتصادشان وابسته به حضور گردشگران خارجی است و از این درک درآمد زیادی کسب میکنند. رشد صنعت توریسم در هر کشور خود یک جنبه ها و ویژگی های ضمنی در عرصه بهبود امنیت، رشد اقتصادی و رشد فرهنگ و عنعنات همو کشور. بر اساس معیارهای بین المللی گردشگری هر گردشگری که وارد یک جامعه میشه، وارد یک کشور دیگه میشه، به صورت نرمال $1,000 مصرف میکنه. این یک محاسبه کلی جهانی هست. شما حساب بکنید به میزان، یعنی به تعداد هر نفری که به هرات داخل شود حداقل حساب کنیم $1,000 به مصرف میرسه. در افغانستان اما چندین سال جنگ داخلی و ناامنی ها راه آمدن گردشگران خارجی را ناهموار نموده است. با این همه مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ میگویند میزان ناامنی در هرات نسبت به دیگر نقاط کشور پایین تر است. ما خوشبختانه در طول سالهای گذشته هیچ گونه تهدیدی نداشتیم که متوجه گردشگران باشه. اصلا ما یک مورد تهدیدی به جان گردشگران داخلی و خارجی نداشتیم. دقیقا مسائل امنیتی نقش خود داره، اما جاذبه های مهم گردشگری هرات این جرأت و اشتیاق برای گردشگران خارجی میده که با در نظر داشته یک سلسله ناامنی های کمی که در بعضی موارد رخ میده اونا به هرات میاین. به گفته مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات سال گذشته هرات پذیرای نزدیک به 9000 گردشگر داخلی و خارجی بوده که این میزان در 6 ماه نخست امسال در مقیاس با سال قبل افزایش یافته است.